آقای رئیس جلسه، آقای دبیر کل سازمان ملل، رهبران کشورهای گرامی، خانم ها، آقایان، 70 سالگرد شالودریزی سازمان ملل متحد موقعیت خوبی است که نگاه کنیم به تاریخ و همینطور در رابطه با آینده مشترکمون صحبت کنیم. در 1945 میلادی کشورهایی که بودند که در واقع برای بعد از جنگ جهانی دوم کنار هم اومدند تا یک نهاد تازه رو پایه بگذارند، بر اساس همکاری بین کشورها در اجلاس یالتا که ضد هیتلر بود، رهبر آلمان نازی، در اونجا در واقع متکی بود بر هزینه میلیون ها نفر که جان خودشون رو در دو جنگ جهانی دوم از دست دادن، اون اجلاس یالتا. ولی بگذارید منصفانه بگوییم که اون کمک کرد به کمک کردن به انسانها و جهان رو، سازمان ملل متحد نجات داده است از بحرانهای بیشتر. منحصر به فرد سازمان ملل در مشروعیتش، در نمایندگیش، در اون حالت جهانیش اخیراً، بله، مورد انتقاد قرار گرفته سازمان ملل متحد به خاطر که ظاهراً کارا نبوده به اندازه کافی و اینکه تصمیم گیریش در رابطه با مسائل اساسی به خاطر اختلافات شدید بین از جمله اعضای شورای امنیت کافی نبوده. ولی من میخوام اینو بگم که همیشه بوده است اختلافات در طول این 70 سال در بطن و در داخل سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، چین، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و بعدم روسیه، همه اینها طبعا اختلافاتی وجود داشته به خاطر اینکه نمایندگانی که اینقدر معرف گونه گونی هستند، طبعا این اختلافات وجود داره. ولی شالوده ریزان سازمان ملل هم هیچ وقت فکر نمی کردن که همیشه همه چیز بدون اختلاف برگذاشته، همیشه این بوده که سازش به سازش دست پیدا بکنیم و قوه و نیروی بیشتر موقعی حاصل میاد که اختلاف نظر وجود داشته باشه. هر اقدامی که کشورها ممکنه انجام بدن و نخوان متحد بمونند به منشور سازمان ملل، طبعا مغایر هست با قوانین بین المللی. همه میدونن آثار جنگ سرد رو. اونهایی که برتر از همه خودشون رو فکر میکردن، در بالای مثلث در واقع برتری فکر میکردن که در واقع استثناء هستن و نباید اصلا حتی احترامی برای سازمان ملل قائل بشن و در صورت که الان باید ببینیم که این نوع ذهنیت دیگه از نظر تاریخی بدون ارزشه. دنیا در حال تغییره و سازمان ملل هم باید منطبق و هماهنگ باشه با این تغییرات. روسیه آماده است تا کار بکند با شریکانش بر اساس اعتقادات و اندیشه‌های مشترک. اونهایی که میخوان خدشه وارد بیارن به اعتبار سازمان ملل، ما اونها رو بسیار خطرناک قلمداد میکنیم و تهدید قلمداد میکنیم متوجه امنیت بین المللی، چرا که بدون چنین چیزی هیچ قانونی دیگه در کار نخواهد بود مگر قانون زور. قانون خودکامگی اون وقت برقرار خواهد بود به جای قانون انصاف و مساوات. بنابراین آزادی کمتری خواهد بود، در جهانی خواهد بود که در آن حالت ملوک الطوایفی خواهد داشت و گروه‌ها و دار و دسته‌هایی که دنبال قدرت برن بدون سازمان ملل متحد و بدون تعهد به منشور سازمان ملل متحد.
در صورتی که حق هر کسی هست که آینده خودش رو تعیین بکنه. هم‌قطاران عزیزم، مسئله مشروعیت اختیار دولت هم همیشه مطرح بوده. ما نباید با واژه‌ها بازی بکنیم در این رابطه. هر واژه‌ای در قوانین بین المللی باید شفاف باشه، مشخص باشه و کاملا مورد تفاهم همه باشه. همه متفاوت هستند این واژه‌ها و باید اون رو محترم بداریم. هر کسی نباید حتما به یک الگوی توسعه خاصی وفادار باشه یا فکر کنه که اون الگو فقط درسته. همونطور که گذشته به ما آموخته است، مثلا به یاد میاریم محک آزمایش سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سابق رو، که وقتی خواستیم که ایدئولوژی خودمون رو در واقع تحمیل بکنیم بر کشورهای دیگر، این نهایتاً به پس رفت و نه پیش رفت منتهی شد. بنابراین وقتی نگاه میکنیم به اشتباهات گذشته، اون وقت وقتی میبینیم که بعضی اون اشتباهات رو تکرار میکنن درست نیست. مثلا نگاه بکنیم به وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا. همونطور که سخنرانان قبلی گفتن، مسائل سیاسی در این دو منطقه مدت هاست که در واقع انبار شده. شهروندان اون مناطق خواهان تغییرات هستند. چه اتفاقی افتاد در اونجا؟ به جای اینکه اصلاحات در اونجا پیش بیاد و جلوی دخالت خارجی گرفته بشه، بسیاری از نهادهای ملی از بین رفته است. به جای غلبه دموکراسی در اونجا، ما شاهد خشونت هستیم، فقر و عدم ثبات اجتماعی. و اصلا کسی حقوق بشر و حق زیست رو اصلا براش احترامی قائل نیست. از اونایی که این کار رو کردن، این مسئله رو به بار آوردن، ازشون باید بپرسیم مثلا متوجه هستی چی کار کردید؟ فکر میکنم مثلا کسی پاسخ بده. برای که سیاست‌هایی بوده متکی بر خودکامگی، متکی بر دنبال منافع خود رفتن. ولی الان روشن و مبرهنه که بعضی قدرت‌ها در منطقه خاورمیانه و در قدرت در آفریقای شمالی، این قدرت‌ها در واقع کارشون متکی به تروریسم شده. Бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. گروه دولت اسلامی یا داعش تونسته این هرج و مرج رو بر اثر آنچه که بعد در عراق پیش آمد ایجاد بکنه، این بلبشو و هرج و مرج رو. کشوری مثل عراق که تمامتش در واقع نابود شد و حالا رادیکال ها در واقع همراه با میانه‌روها در سوریه که مورد تمرین و آموزش نیروهای غربی قرار می‌گرفتند. داعش از ناکجا آباد یه دفعه نیامد. در واقع یک وسیله و ابزاری بود علیه رژیم‌های غیر مذهبی و بعد جای پای محکمی برای خودش در عراق و سوریه ایجاد کرد و داعش فعالانه توسعه پیدا کرده به جاهای دیگه و داره سعی می‌کنه که غلبه بشه بر جهان اسلام. وضع حتی از خطرناک هم خطرناکتره. غیر مسئولان است که در رابطه با تهدید تروریست صحبت بکنیم بدون اینکه نگاه بکنیم به منابع مالی تروریسم، از جمله مزدوران قاچاق و همطور کسانی که به قاچاق غیرقانونی تسلیحات میپردازند، کسانی که سعی میکنن که تمام موازین رو خدشه‌دار بکنن که به اون سودها و منافع سیاسیشون و آمال سیاسیشون دست پیدا بکنن. من میخواهم بگویم که هیچ شکی وجود ندارد که انسانهای سرتا با قساوتی به فعالیت مشغول هستند. و خیلی وقتا معلوم نیست که کی آلت دست چه کسیه.
مثلا در رابطه با انتقال تسلیحات هیچ وقت اطلاعات و جزئیات دقیقی در دست نیست، ولی ما معتقد هستیم که هر تلاشی برای بازی با تروریسم و یا تأمین تسلیحات برای تروریسم یک کار بسیار خطرناکه، مانند شعله های آتشه. این کمک خواهد کرد به اینکه تروریسم بتونه نقاط تازه‌ای رو در کام خودش بگیره، به خصوص در جاهایی که داعش میتونه خیلی از ستیزگران رو تمرین بده، حتی ستیزگرانی که از اروپا آمدند. و حتی روسیه هم مستثنا نیست از این قانون، از این مسئله. ما نمیتونیم جلوی این جنایتکارا رو نگیریم که خون رو مزه مزه کردن قبلن و باز هم میخوان به قساوت خودشون ادامه بدن. نباید این اتفاق بیفته. آیا واقعا باید بشه همچین کاری؟ همیشه فشار بوده که همیشه با این تروریست‌ها مبارزه بکنیم و جلوی دستیابی تجهیزات رو به اونها بگیریم. در سوریه هم این کار شده. بنابراین یک اشتباهه که همکاری نشه با دولت سوریه برای مبارزه با گروه های تروریستی که دولت سوریه و کشور سوریه رو در خطر قرار دادن. نیروهای سوریه و نیروهای کرد در سوریه واقعا دارن با داعش می جنگن. ما میدونیم راجع به تمام تضادهایی که وجود داره که متکی واقعا بر حقایق نیست. در حالی که برداشت صادقانه‌ای که روسیه داشته در این مورد برخلاف اون چی که جاه طلبی‌هاش گفته میشه، این به خاطر جاه طلبی‌های روسیه نیست، بلکه به خاطر شناختن این مسئله است، به خاطر اذعان به این مسئله است که ما نمیتونیم اغماز بکنیم و چشم‌پوشی بکنیم از وضعیت دنیا در حال حاضر. باید ارزش‌های مشترک رو دنبال بکنیم، نه جاه طلبی را. بر پایه مقررات بین‌المللی باید همکاری مشترک داشته باشیم برای رسیدگی به مسائلی که رو به رایور ماست و در واقع یک ائتلاف بین المللی گسترده علیه تروریسم ایجاد کنیم، همونطور که ائتلاف ضد هیتلر رو داشتیم، ائتلافی از نیروهای گسترده که به صورت قاطعانه بجنگد علیه اونهایی که مثل نازی‌ها مخالف بودند و متنفر بودند جامعه انسان‌ها، و کشورهای مسلمان با یک نقش کلیدی در چنین ائتلافی ایفا بکنند، به خصوص با توجه به اینکه داعش نه تنها خطر مستقیمی برای کشورهای مسلمانه، بلکه نابود می‌کنه یکی از بزرگترین مذاهب دنیا رو با جنایت‌هاش، با خونریزیش، و در واقع اونها به مسخره گرفتن مفهوم و واقعیت و ارزش‌های اسلام رو. من میخوام به رهبران معنوی اسلام هم خطاب به اونها بگویم که اختیارات شما، راهنمایی شما الان بسیار مهمه. ضروری است که الان شما این راهنماییتون رو به کار ببرید در مورد آدمهایی که تعدادی بنیادگرا و ستیزگر رو بسیج میکنن و بعد به پیامهایی دست پیدا میکنن که اون کسانی که آموزش دیدن ناگهان خودشون رو در میان تروریست‌ها پیدا میکنن. بر شماست که به اونها بگویید اسلحه را زمین بگذارن. روسیه به زودی به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت یک نشست در سطح وزیران خواهد داشت برای برآورد تهدیدهایی که متوجه خاورمیانه است. امیدواریم دست پیدا بکنیم به یک قطعنامه که هماهنگ بکنه تلاش‌های مربوط به مبارزه با رویارویی با داعش رو. این هماهنگی باید متکی بر اصول منشور سازمان ملل متحد باشه. ما امیدواریم که جامعه بین‌المللی قادر باشه که بتونه یک استراتژی فراگیر برای ثبات جهانی و همچنین بازسازی اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه رو در خودش داشته باشه، که نیازی نباشه به اردوگاه‌های تازه برای پناهجویان آواره. الان سیل جاری کسانی که از خانه و کاشانه می‌گریزند، حتی در منطقه خلیج فارس و بعد هم در اروپا، صدها هزار نفر هستند که همینطور جاکن شدند و میلیون‌ها نفر هم خواهد بود، و این در واقع یک مهاجرت واقعا فاجعه باره و بسیار سخت برای همه ما، به خصوص برای اروپا. من می‌خوام تأکید کنم روی این مسئله که پناهجویان آواره به همدردی و حمایت ما نیاز
نیاز دارن، ولی باید به راه‌های تازه‌ای برای چاره‌اندیشی اساسی این مسئله پرداخت. متعهد برگشت درست به بازسازی کشورهایی که این پناهجویان آواره از اونها میان، جایی که بشه اون نهادها رو از نو ایجاد کرد، بشه کمک کرد از نظر نظامی. فقط نمیتونه کمک کنه مسائل نظامی به این امور، کمک بکنیم به اونهایی که با وجود تمام این معضلات کشورشون رو ترک نکردن، به اونها هم که در میهنشون باقی موندن و آواره نشدن، به خارج از کشور نرفتن، بعد هم به اونها کمک بکنیم. همه اینها هم باید متکی بر اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشه. باید احترام به نظم بین المللی و قانون بین المللی همیشه باید محترم انگاشته بشه و هر چیزی که مغایر با منشور سازمان ملل متحد باشه باید رد و نفی بشه. حمایت از دولت عراق و کمک به دولت مشروع در سوریه، همه اینها باید انجام بشه. همقطاران عزیزم، تضمین صلح و ثبات منطقه‌ای آرمان کلیدی جامعه بین‌المللی در چارچوب سازمان ملل متحده. ثباتی به صورت مساوی که فقط برای یک افراد ممتاز نباشه، برای همه باشه. مسئله بغرنجیه، مسئله که وقتگیره، ولی راه دیگه ای، گزینه دیگه ای وجود نداره. باید به صورت یک پارچه فکر کرد. وقتی فکر میکنیم به جنگ سرد و اون چه که گذشت، وقتی میبینیم که خیلی از اون ذهنیت جنگ سرد هنوز در بین بعضی از همقطاران ما وجود داره. بعضی ها مثلا اون توسعه طلبی ناتو رو انجام میدن در جاهایی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد در اونجا. و بسیاری از اون کشورهای شوروی سابق این گزینه غلط در اختیارشون گذاشته شد که یا به غرب بپیوندید یا به غرب نپیوندید، و همین باعث رویارویی شد که نهایتاً به بحران‌های مختلف منجر شد. این اتفاق دقیقاً در اوکراین شد، یعنی سوء استفاده شد از نارضایتی شهروندان اوکراین از حکومتشون برای بذر افشانی نفاق در میان اونها. اعمال کامل توافقنامه مینسک میتونه به خونریزی پایان بده و خروج از این بحران و خروج از این بنبست. نمیشه با زور، با توسل به زور این کار رو کرد. باید نگاه کرد به حقوق واقعی شهروندان و باید اون عناصر کلیدی قوانین اون کشورها را رعایت کرد تا اوکراین بتونه از امنیت کامل برخوردار بشه و بتونه از همکاری در منطقه اروپا آسیا و همینطور در اروپا بهره‌مند بشه. در رابطه با این همکاری‌های اقتصادی من گفتم که تا همین چند وقت پیش به نظر می‌رسید که به نظر می‌آمد که اون منشورهای قانون بین‌المللی تجارت جهانی اعمال نخواهد شد در این مورد، ولی الان تحریم‌های یک جانبه‌ای که در این مورد وضع شده در واقع خیلی رواج پیدا کرده. من میخوام خاطر نشان بکنم که بعضی از کشورها به صورت خیلی خودخواهانه تصمیم گرفتن که مشارکت‌هایی داشته باشند در پشت صحنه و به صورت محرمانه با کشورهای دیگه و کار خودشون رو بکنن، و این باعث میشه که منافع کشورهای دیگر هم به خطر بیفته. به نظر میاد که ما الان ممکنه رویارو بشیم با اینکه قوانین بازی عوض شده و فقط این قوانین در اختیار افرادی که خودشون رو ممتاز قلمداد میکنن قرار میگیره. سازمان جهانی تجارت هم به نظر میاد که مسئول نمونده از این. بر همین ما پیشنهاد میکنیم که در اون گروه G20 این مباحثات انجام بشه. ما موافق هماهنگی پروژه‌های منطقه‌ای هستیم، موافق ادغام هستیم
بر اساس قوانین شفاف داد و ستد بین المللی، من میخوام از طرح مرتبط با جاده ابریشمی که با چین قرارش گذاشته شده اشاره بکنم. برای هماهنگی روند ادغام در اتحادیه اروپا و در اتحادیه اروپا و آسیا، مسائلی که کارگر هست بر روی سرنوشت مردم از جمله تغییرات اقلیمی، به نفع ماست که کنفرانس تغییرات اقلیمی که در ماه دسامبر در پاریس پیش میاد، این حتما جزئی از کمک‌های ما باشه و کمک‌های خودمون رو حتما معمول بداریم برای کاستن از تصاعد گازهای کربونیک به میزان 75% طی سال‌های آینده، و نباید این مسئله رو کم اهمیت جلوه بدیم. ممکنه بله این مسئله رو کوتاه مدت کنار بگذاریم و مثلا یک محدودیت های قائل بشیم بر میزان تصاعد گاز کربونیک و آلودگی، ولی ما باید به یک برداشت متفاوت دست پیدا بکنیم. باید کانون توجهمون متمرکز باشه بر فناوری بسیار فراگیر و جدید که محیط زیست رو بهش صدمه نزنه، ولی هماهنگ با شرایط محیط زیست باشه، تا بتونیم از اون طریق مبارزه کنیم با آلودگی هایی که انسان به وجود میاره. من مطمئن هستم که نوع بشر بالقوه میتونه به این مسئله بپردازه. باید تلاش های ما هماهنگ بشه. خطاب میکنم به کشورهایی که در واقع منابع پژوهشی زیادی دارند در این مورد و فناوری پیشرفتی دارند در این مورد. من فکر می‌کنم که باید یک اجلاسی با این کشورها انجام بشه تحت سرپرستی سازمان ملل متحد و مدعاقی زیادی بشه در مورد این مسائل، به خصوص در رابطه با تغییرات شدید اقلیمی، و ایالات متحده حاضر سرپرستی و میزبانی چنین اجلاسی را داشته باشه. در دهم ماه ژانویه 1946 در لندن، مجمع عمومی سازمان ملل برای نخستین مجمعش، برای نخستین جلسهش گرده هم اومد. یک دیپلمات کولومبیایی که در اونجا بود، نطق افتتاحیه جلسه را در سال 1946 انجام داد و صحبت کرد راجع به روحیه و روان همکاری در نهاد، و در واقع به نظر میاد که اونها رهنمودهایی است برای حال حاضر. روسیه معتقد به قدرت بالقوه شدید و عظیم سازمان ملل متحد برای اجتناب از تخاصم و قرار گرفتن در مسیر همکاری برای تقویت نقش اصلی سازمان ملل متحد. روسیه کاملا تلاش خواهد کرد تا بتونیم جهان امن‌تر باشه و همینطور شرایطی فراهم باشه برای اینکه همه کشورها از عمران برخوردار باشند.